اولین رباتهای زنده جهان با قابلیت باز تولید. به گفته گروهی از محققین در ایالات متحده سلول های جمع وری شده از رویان قورباغه آفریقایی می توانند به ربات های زنده ای تبدیل شوند. محققین این بیو ها را با پرورش سلول های بنیادین رویان قورباغه در محیط آزمایشگاه تولید کردند. از آنجایی که این مجموعه سلولی از رویان قورباغه پنجدار آفریقایی یا زنوپوس ها گرفته شدهاند زنوبات نام دارند زنوبات ها ریز های خود ترمیم شونده با پهنای کمتر از یک میلیمتر هستند بر اساس آخرین مطالعات محققین این روبات ها می توانند به روشی متفاوت از آنچه در طبیعت رایج است خود را باز تولید کنند محققین امیدوارند در آینده بتوان به کمک هوش مصنوعی از این سلول ها به عنوان ربات استفاده کرد و ترمیم های میکروسکوپی انجام داد. متوجه شدیم که یکی از کارهای خارق‌العاده‌ای که میتونن انجام بدن اینه که از خودشون نسخه برداری کنن نه از سلولهای تکی بلکه از کل ارگانیسم این کار رو به روشی کاملا جدید انجام میدن چون نمیتونن مثل یک قورباغه به شکل معمول تولید مثل کنن این روشی نیست که قورباغه تولید مثل میکنن ولی تونستن روشی مشابه پیدا کنن و ساختار مجموعه رو کپی میکنن برخلاف روبات های ساخت بشر که برای انجام هر عمل کرد نیازمند برنامه ریزی هستند بیوروبات ها به صورت خودکار توانایی انجام عملکردهای بسیاری دارند محققین امیدوارند این قابلیت های ها و رابطه آنها با محیط اطرافشان را مدیریت کرده و از آنها برای انجام کارهای پیچیده کمک گیرند. علاوه بر این، محققین در تلاشند با مطالعه عملکرد این مجموعه از سلول ها بتوانند روبات با قابلیت های مشابه بسازند. از این سلولا برای به واقعیت تبدیل کردن ایده های خودسامانی ملکولی استفاده میشه. به نظرم کارایی واقعی این سلولا پایینه. چون با اینکه میشه ازشون هزاران ربات درست کرد ولی برای انجام کارهای مفیدی مثل پاکسازی وقیانوس ها یا مرمت اعضای داخل بدن احتمالا باید میلیونها ربات داشته باشین پس به نظرم الان بیشتر مسئله اصول فیزیک و قواعد روباتیک مطرحه تا اینکه بخوایم دنبال پیشبرد رباتهای های واقعی باشیم محققین امیدوارند بعد از یادگیری رفتار این سلول ها داده های به دست آمده را در اختیار هوش مصنوعی قرار داده تا راهی برای به کنترل درآوردن عملکردهای آنها بیابند. با وجود اینکه به نظر احتمال به کارگیری مستقیم زنوبات ها در علم پزشکی کم است، محققین معتقدند این مطالعه می تواند به پیشبرد فناوری ها و تغییر در نگرش معمول به علم روباتیک کمک کند.